خب میخواییم بریم سمت جزیره هرمز. برای رفتن جزیره هرمز هم باید از قشت برید اسکله شهید زاکری، سوار لنج میشید و یه چی هلوهوش 50 دقیقه هم راه داره. اسکله شهید زاکری سوار این لنجا باید شد، بعد این لنجا میره به سمت هرمز. اومدیم برای دیدن دره مجسمه ها. دره مجسمه ها که واقعا این اولشه، چقدر خوشگله. از اسمش هم مشخصه دیگه، یعنی انگار یه سری مجسمه و شکلای عجیب غریب و مثلا حیوانات توی دره میشه پیدا کرد. همه اول که نظرم جلب کرد اون انگار ماره اون بالا دیگه، مثلا باید دقت کنیم خوری شکل پیدا میکنیم. دارم میفتم. چقدر قشنگ صد داشخال گذاشتن. خوشم آن آمد. نکته قشنگی که اینجا ندارم جمع کرد این آشخالی که اینجا گذاشتن با هم صد دار بود. خب اینجا هم نوشتن که هیچ عنوان تو باره نمید لطفاً.
مسیر دره سکوت یا الهه نمک. عجیبون خلقه‌ایه، بافت سنگو ببینید. وای پشمام. خب اینجا اقامتگاه معروف کمپ ماجرا که خیلی باحاله و خداییش جذابه. معروف‌ترین ساحل دنیا، ساحل سرخ کفن. آقا من اومدم یه موضوعی رو بهتون بگم. یه سری آدم‌ها تو جزیره هرمز این خاکای سرخ و این شن نقره و اون صخره‌ای که بهتون تو ویدیو نشون دادم که هزاران تن رنگی داشت، سعی می‌کردن اینا رو بردارن با خودشون ببرن. یعنی به طور خیلی وحشتناک هم باورم نمی‌شد، بطری پر می‌کردن، کیسه پر می‌کردن که مثلا ببرن با خودشون شهرشون، بگن ما رفتیم هرمز. من واقعا نمی‌فهمم این موضوع یعنی چی. آخه این خاک سرخ یا این شن نقره جایی که بهش تعلق داره قشنگه، نه رو تاقچه قشنگه، نه رو میزتون قشنگه. واقعا من تأسف می‌خوردم اینا رو می‌دیدم. یا مثلا یه سری بازارچه‌های صنایع دستی که من دیده بودم اینا رو می‌ذاشتن برای فروش تو برای قوطی‌های مختلف، واقعا ناراحت می‌شدم از این بابت. چون بعضی فکر کنن آره این شنه، این خاکه هیچ وقت تموم نمیشه، انقدر زیاده. اولا که شن نقره واقعا یه بخش خیلی کوچیکی مونده و من چند سال پیش که رفته بودم خیلی بیشتر بود. واقعا باورم نمیشد این شن نقره یا این خاک سرخ سالیان سال توی فرایند خیلی عجیب غریب درست میشه. اینجوری نیستش که همیشه باشه، یعنی هر کی با خودش بخواد یکم برداره تموم میشه. خب گفتم توضیحاتم بهتون بدم، بریم ادامه ویدیو. اومدیم برای غار رنگین کمو. یه چیز جالب شنیدیم، گفتن اگه رفتید این صخره‌های مسیرتون رو تمام تونای رنگی مختلفه که میتونید شبیه پودر بزنید به دستتون و به حالا هر جا. رسیدیم به غار، ورودی غار رنگین کمونه. خیلی خیلی شنیدم توش واقعا خوشگله، واقعا دوست دارم ببینم توش چه شکلیه. بریم ببینیم توش چه شکلیه. اینجا خب بریم سوسمارو اینا رو ببریم. آره عنکبوت داره. براز داره. برو برو براز. Oh.
اومدیم دیگه برگردیم به سمت قش با لنج. جالب ما اجازه گرفتیم که بدون اینکه توی لنج بشینیم بیرون لنج جلوی لنج بشینیم و از مسیر نهایت لذت رو ببریم. بهش بگو بای تیگه برابره اچه یعنی خوبی؟ اچه یعنی خوبی؟ یعنی خوبی اسمشو میگی؟ اچه یعنی خوبی؟ اچه یعنی خوبی؟ اچه هندی صحبت کن. هندی بلدی؟ خیافت هم هندی که مندیری آنه میگونی؟ شارخان سرمان خواهینا نمیشنسی؟ نه نه حرکتشون رو برو یه تیگه براش خوشش میادین بلدی خوش میادین. مرسی تا اینجا با من بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. الان هم که دیگه اومدیم فرودگاه قش دیگه برگردیم به سمت تهران. امشب هم چهارشنبه سوریه. الان تهران تقریباً داره منفجر میشه. و در آخر اگه چنل رو سابسکرایب نکردید تو چنل من رو سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بیشتر. و اگر ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو برای من لایک کنید. اگر نظری داشتید برای من کامنت کنید. مرسی تا اینجا بودید. بریم تا ویدیوهای بعدی.